خیلی بهمون خوش گذشت. تو رو خدا زود باشی، من یکی که دیگه طاقت ندارم. به مامانم زنگ زدم و گفتم که ما داری میای. منم دو شبه که خوابم نبرده، از خوشحالی نمیدونم چی کار کنم. لازم نیست کاری بکنی، فقط یه کم دیگه صبر کن. همین. خب ما باید بریم، مثل این که طاقتشون دیگه تموم شده. بفرمایید، اینا رو به عنوان یادگاری از طرف ما قبول کنید. امیدوارم بازم شما رو ببینیم. خیلی به شما عادت کرده بودیم، روزای خوبی هم داشتیم، دلمون خیلی براتون چنگ میشه. ایرانی ها خیلی مهمون نوازن، شما هم حتما به کشور ما بیاین، مطمئنم که بهتون خیلی خوش میگذره. حتماً حتماً پسرم. خب دیگه، خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. سردر نمیرم آخه، اینجا هم جایی وایستادن را بیافت دیگه. نمیره؟ برو مادر جون، را بند آوردی، برو. معذرت میخوام. میگم خانوم، نکنه بازم یه برنامه‌ای پیش اومده کدو قل خورده رفته یه جای دیگه. ماشالله هزار ماشالله، علیتونم کم غذا نیست مادر. منظورش اینه که بچه ها حسابی شما را اذیت کردن. حرفا چیه؟ چه اذیتی دخترم؟ این من بودم که از بچه ها خواستم منو همراه خودشون ببرن، در حقیقت من مزاحم شدم. نه واقعا سفر بدون شما خیلی سخت بود، اگه شما نبودید ما با اون بالون، البته همش تقصیر آبجی روشنک بوده. به هر حال هرچی که بود به خیر گذشت، خدا رو شکر شما الان صحیح و سالم پیش مایین. خب من برم یه چایی براتون بیارم. این همون کدویه که بابای رضا میگفت. یعنی مکانیزم این کدو چطور میتونه باشه؟ ببینم چرا اینجوری شده. چی شد؟ کمک آنها بیاریم بیرون. کمک. یک هفته بعد. خدا سرم دیدم چقدر بلند. این برج میلاده، بلندترین برج ایران. خب بالاخره چی شد؟ چی کار کنی؟ من نمیدونم، هر چی شما بگین، فقط مدرسه‌تون چی میشه بچه؟ مدرسه که حله، پرشب جمعه که تعطیله، میتونیم تو همین دو روز بریم سفر. آره خوبه، ولی به نظر دو روز کم نیست؟ نه کم نیست، با این کدوی تند و تیز در یه چشم هم زدن به هر شهری که بخوایم میرسیم. راستی گفتید کدو یاد آقای رستمی افتاده. خب من میگم حالا که ثبت نام کردیم، بریم بقیه جاهای دیدنی تهرونم نشونتون بدیم. بسیار خوب، همه سوار شن که وقتمون خیلی کمه. بیا
بریم. این بنا از بناهای باقی مونده از دوره قاجاره که حدود سالهای 1301 تا 1304 به دستور رضاشاه و به دست جعفرخان کاشانی و کمک آلمان ها بخشهایی به اون اضافه شد. ضمناً در معماری داخلی این بنا هم تصاویری از کوروش کبیر و مردم هخامنشی دیده میشه. کاشیکاری این سردارم استاد حسین کاشیپز انجام داده. این بنا هم از آثار باقی مونده دوره سلجوقیانه که حدود 20 متر ارتفاع داره. به نظر بعضی از تاریخدان‌ها این برج مثل یه ساعت عمل میکنه که میشه از روی تابش آفتاب روی کنگره‌های اون زمان رو تشخیص داد و فهمید که ساعت چنده و چه موقعی از روزه. اگه مثل یه ساعت کار میکنه پس چرا اسمشو گذاشتن برج طغرل؟ عده ای از مورخا این برج و آرامگاه طغرل بیگ سلجوقی میدونن. عده‌ای دیگه هم معتقدن که این برج محل دفن خلیل سلطان یکی از فرزندان تیمور لنگه. پارچه های اعلا دارن بفرمایید. بازار تهران از بازارهای خیلی قدیمی این شهره و بخشای مختلفی هم داره، مثل بازار مسگرا، بازار پارچه فروشا، بازار آهنگرا، عطاریا، هرچی بخواین داره میتونیم بخریم. که البته از همه اینا بهتر و قشنگتر بازار طلا فروش هست. منی فرواقه برای گرم بیا. حالا من مطمئنی که همه ما تو این کدو جا میشیم؟ بفرمایید میل کنید، کباب کشور ما معروفه، دیگه هیچ جای دنیا همچین کبابی بهتون نمیدن خانم. وای که چقدر دلم برای غذاهای کشور خودمون تنگه. کباب کوبیده آخ چونه. حالا مراقب باش خفه نشی. روشنک جون آخه عروسک ها که قضا نمیخورن، قضا تو خودت بخور نوشی جونت. ما چه حرفایی میزنید ها، وقتی یک کدو میتونه حرکت کنه حتی از سرویس اداره بام تونتر بره، قضا خوردن یه عروسک خیلی ساده تره. میگم الناس جون چیه؟ چه خوب شد اینا اومدن تا ما هم به خاطر اینا یه دربندی بیاییم. پوسیدیم بس که تو خونه موندیم. آره خدا رو شکر. دربند هم یه جای کوهستانی هم تفریحی. بعضی ها میان مثل ما رستوران سنتی، بعضی ها میان کوهنوردی، چون خیلی خوش آب و هواست. پیر و جوون همه اینجا رو دوست دارن. در ضمن خیلی هم شرده. یخ کردم در جون. خیلی سردیم. الو الو بفرمایید. به به سلام به روی ماهتون مادر جونت رضا جان. بله ما هم خوبیم به لطف خدا، همه سلامتن و سلام میرسونن. جدی به سلامتی خوشحال میشیم. رضام خیلی دلش براتون تنگ شده مادر جون. باشه 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 منتظریم، حتما تشریف بیارین. نه مادر جون نه، به سلامت مواظب خودتون باشید. مادرم بود برای دیدن ما و همینطور رضا جان میخواد بیاد به تهران. اخ جون یه عالمه قصه میگه برامون. ما هم که این مدت به شنیدن قصه های قشنگ عادت کردیم، حالا کی میخوان بیان اینا؟ ها به احتمال زیاد همین فردا پس فردا میاد اینجا. آخ جون بودم قصه جونمی. آخ جون یه آی پسرش نمیشه. خیلی عادت کرده. ببخشی کدویی که بیرون پارک شده مال شماست؟ آن مادر جون چطور چیزی شده؟
به خاطر توقف بیجا دارم با جرثقیل میبرنش. بیاین به دادش برسین مادر جان. خدا مرگم بده، کدوی ناجنی نمورده. مثل که یادتون رفته اینجا تهران.